امیر حسین مقصودلو معروف به امیر تتلو وارد ایران شد و بلافاصله دستگیر شد. در این ویدیو به این ماجرا میپردازیم. قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه مند هستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. همین چند روز پیش بود که امیر تتلو با انتشار پستی گفت که به ایران باز خواهد گشت. پرونده خانه وحشت امیر تتلو این روزها سر و صدای زیادی در فضای مجازی کرده بود و چندین دختر که مدعی بودند قربانی او شدند با انتشار ویدیو، فایل صوتی و مصاحبه درباره اتفاقات این خانه صحبت کرده بودند. خبرگزاری ایهلاس در ترکیه گزارش داده پلیس این کشور در پی انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی و گزارش‌هایی که از فعالان حقوق زنان دریافت کرده تحقیقاتش را درباره منزل مسکونی امیر تتلو خواننده ایرانی آغاز کرده بود. در بسیاری از ویدیوهای خبرساز افرادی ادعا کردند که دختران جوان و نوجوانی در منزل این خواننده مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. سحر قریشی، بازیگر ایرانی، پیشتر با انتشار ویدیوهای این جریان را تایید و افشا نمود. به مرور برخی از اطرافیان پیشین تتلو نیز با انتشار ویدیوهای مشابه به این موجها دامن زدند. حالا اما برخی ویدیوها به صورت علنی از سوی نزدیکان این خواننده نشر داده شده که شبهات را بیشتر کرده است. اما امیر تتلو با انتشار پستی گفت که به ایران باز خواهد گشت. او نوشته بود ساعت 10 فلان به وقت استانبول میپرم. چند روز پیش بود که مشخصات پرواز رو نوشته بود و نوشته بود که من حال ندارم زوم کنم و کف تهران همتون رو میبینم یا اینکه میمیرم. حالا مفهوم این استیکر رو خوب میفهمین. به احترام تو میمیرم. باشه خب اگر هدف اینه. من این بقیه بی خود نیستم. امشب کف تهرونم. بهمن بابازاده نوشته بود ظاهراً تتلو با مدیر برنامه و چند نفر از دوستان نزدیکش مشاجره تندی داشته و ادعا کرده که مردم لیاقت او را ندارند و امشب به ایران برمیگردد. تتلو قبلاً هم چند باری ادعای بازگشت به ایران را مطرح کرده بود. او این بار باز هم بلیت بازگشت خود به ایران را منتشر کرد. بعد از آنکه این متن را نوشت در فضای مجازی گمانه‌زنی‌هایی بیان شد که آیا این حرف او واقعی است یا صرفاً جهت ایجاد حاشیه جدید برای افزایش توجه و بازدید صفحه مجازیش نوشته است. در این مدت زمان مجدد تتلو استوری هایی را در یوتیوب خود منتشر این کرد و می گفت در راه فرودگاه هستم، در حالی که باران به شدت می بارید و هوای مه‌آلودی در مسیر بود. مدام از دلتنگی برای ایران صحبت می کرد. چندی بعد او با انتشار تصاویری متعدد در فرودگاه در کنار طرفدارانش یا به اصطلاح خود تتلیتی ها عکس هایی از خود نشان داد و حالا دیگر همه به این نتیجه رسیده بودند که واقعا او در تصمیمش جدی است. همان روز چند دقیقه بعد باز کلیپی منتشر کرد و گفت پاسپورت کنترل نذاشته که با پاسپورت جدید رد بشم. تقاضای دیپورت شدن کردم. دیپورتی میگه 5 سال نمیتونی بیای. یکی نیست بگه همون یه بارم زوری اومدم و تا الان زوری نگه هم داشتید. کی خواست بیاد دیگه تو این جهنم؟ در این بین خبرگزاری فارس به سفر تتلو به ایران واکنش نشان داده بود و نوشت خواننده شیطانی در راه ایران؟ امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو با انتشار بلیت پرواز خود ادعا کرده قصد دارد به ایران بازگردد. او هم اکنون در ترکیه اقامت دارد و به علت آزار و اذیت جنسی دختران نابالغ تحت پیگرد پلیس ترکیه قرار گرفته. تتلو پیش از این چندین بار ادعا کرده بود میخواهد به ایران بازگردد، اما این ادعاها به واقعیت منجر نشد. به گفته کارشناسان اقدامات این فرد در سالهای اخیر مصداقهای بارز افساد فلعرض است. با این مطلب میتوان فهمید که در ایران او هیچ گونه امنیتی ندارد و جرم فساد فلعرض حکمی وحشتناک به همراه دارد.
اما تتلو سرانجام نتوانست اجازه خروج از ترکیه بگیرد و دقایقی بعد ویدیویی منتشر کرد که پیاده در حال خروج از فرودگاه است. مدتی بعد با شکایت کنسولگری ایران در استانبول توسط پلیس ترکیه بازداشت شد. با شکایت کنسولگری ایران در استانبول از امیر تتلو خواننده پاپ ایرانی، پلیس ترکیه امیر تتلو را بازداشت و به بازداشتگاه منتقل کرد. این خواننده متهم است که به اعضا و کارکنان کنسولگری ایران در استانبول فحاشی کرده است. امیر تتلو پس از دستگیری در کمپ توزلا نگهداری می شد و حق دسترسی به گوشی و اینترنت را نداشت و احتمال دیپورت تقریبا قطعی به نظر می رسید. اما قاضی شیفت حکم تبرئه تتلو بابت شکایت کنسولگری ایران در استانبول را صادر کرد. اما تصمیم تتلو برای بازگشت به ایران جدی به نظر می رسید و هرچه که اطرافیان تلاش کردند او را از این تصمیم منصرف کنند ظاهراً موفق نشدند و همین امروز خبر بازداشت امیر تتلو و تحویل او به پلیس ایران منتشر شد. اما روز گذشته مجدداً ادمین کانال تتلو گفت او امروز به ایران بازگردانده می شود. ساعتی بعد هم علی صلاح پور از دوستان تتلو در ویدیویی تاکید کرد او نسبت به بازگشت به ایران جدی است و تمام تلاش خود را می کند که بازگردد. اما سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان دقایقی پیش پلیس ترکیه تتلو را تحویل ایران داد. امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو که چند سال اخیر در استانبول ترکیه زندگی می کند دقایقی پیش توسط پلیس ترکیه در مرز بازرگان تحویل پلیس ایران شد و با دستور قضایی بازداشت شد. لحظاتی پس از بازداشت مقام قضایی در استان آذربایجان غربی در خصوص تحقیق از اتهامات انتصابی متهم را تفهیم اتهام و در جهت تکمیل تحقیقات تحویل ضابط قضایی داد. یکی از مهمترین اقدامات و اتهامات تتلو در گسترش فساد و فحشا فراخوان برای حضور نوجوانان زیر 18 سال در محل زندگیش در استانبول بوده است. این خواننده غیر مجاز گفته می شود که شکایت های متعددی در دستگاه قضایی علیه وی ثبت شده است. مهمترین شکایت این فرد نوجوانان زیر 18 سال و خانواده هایشان هستند. تتلو به همین علت در حال حاضر شکات زیادی در داخل ایران دارد که شکایت علیه وی ثبت کردند. حال باید منتظر ماند و دید در ایران چه سرنوشتی منتظر امیر تتلو با طرفداران بیشمار است. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.